نمیشد کسی گذرش به تهران بیفته و اینجا توقف نکنه و یه عکس یادگاری نگیره. یه تهران بود و یه برج شهیادش. برج سفیدی که وسط میدون شهیاد مغرور از تاریخی که داشت به رخ میکشید، گردن هر مسافر و عابری رو بالا میبرد تا به قد و بالای پرابهتش نگاه کنه. اما این برج سفید که حالا 50 سالش شده و جوونی رو پشت سر گذاشته، این نگهبان خاموش تهران اندازه همه این 50 سال توی دلش پر از خاطرات تلخ و شیرینه. این نگهبان سفید تهران پر از رمز و رازهای کشف نشده است که با همین رمز و رازها داره کم کم فرسوده میشه، اما هنوز توی سکوت و صبر چشمش به مردم شهریه که انگار دیگه توی دود و دم خاکستری تهران چشمشون سفیدی تن نگهبانشون رو نمیبینه. در این ویدیو تاریخچه و رمز و رازهای تحسین برانگیز برج شهیاد رو براتون میگیم. خوشحال میشیم با ما همراه باشید. بعد از اینکه تب و تاب کودتای 28 مرداد خوابید، تهران که انگار یه خاطره بد دیگر رو پشت سر گذاشته بود، کم کم گرد و خاک تنش رو تکوند و خواست نونوارتر بشه. اما توی اون بحران و بیپولی نمیشد توقع رخت و لباس آلا گارسونی داشت. چند سالی که گذشت و دست و بال دولت از نظر مالی با فروش نفت بازتر شد، ایده ها و پیشنهادهای تازه هم برای سر و سامون دادن به مملکت و پایتخت یکی یکی از راه رسیدن. چند سالی بود فکر جشن‌های بزرگداشت نظام شاهنشاهی بین شاه و مشاورانش مطرح شده بود، تا اینکه سال 1345 جدی شد و قرار شد به مناسبت جشن‌های 2500 ساله بنایی رو به شکل طاق نصرت بسازن و حتی طرح‌های این طاق نصرت هم آماده شده بود. اما برنامه جشن‌ها انقدر گسترده و پرزرق و برق شد که طاق نصرت رو ساده‌تر از اون می‌دیدن که نماد 2500 سال شاهنشاهی ایران باشه. این نماد باید چشمگیرتر از یه سازه ساده و تکراری می‌بود. شهریور 1345 در صفحه اول روزنامه‌ها یه آگهی منتشر شد. فراخوان یک مسابقه معماری از طرف شورای مرکزی جشن‌های 2500 ساله و از معمارها و آرشیتکت‌های سراسر ایران دعوت شد تا برای ساختمونی به نام شهیاد آریامهر طراحی کنند و طرح‌هاشون رو تا 10 آبان همون سال به دبیرخونه تحویل بدن. طرح‌های زیادی به دفتر دبیرخونه رسید و از بین اون همه طرح 21 طراحی انتخاب شدند تا از بین اونها طرح برتر هم برگزیده بشه و در نهایت طرحی برنده شد که متعلق به یه مهندس جوان 24 ساله بود. حسین امانت، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا، برج بلندی رو طراحی کرده بود که تمام نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران رو در خودش جا داده بود. بله، این برج آزادی که شاید دیگه مثل قبل چشم مسافرا رو نمیگیره و عکاسای دور میدون مثل سابق کاروبارشون برای گرفتن عکس‌های یادگاری سکه نیست، نشانه‌هایی توی خودش داره که اگر بشناسیمشون تازه میفهمیم چرا اینقدر مغرور و محکم سرش رو بالا گرفته و وسط میدون ایستاده. بعد از انتخاب طرح مهندس امانت، نوبت به انتخاب محل قرار گرفتن برج رسید. برج یادمان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران و نماد تهران باید جایی ساخته می‌شد که هم از نقاط مختلف تهران قابل دیدن باشه و هم دروازه شهر به حساب بیاد. نزدیک فرودگاه مهرآباد زمین وسیعی قرار داشت که به سراح مهرآباد معروف بود. این زمین از یه طرف غربی ترین نقطه تهران بود و از طرف دیگه درست اول خیابون بلندی بود که به شرق تهران یعنی جاده دماوند منتهی می شد. این نقطه به نظر بهترین محل احداث برج می رسید. تنها مشکلش این بود که نزدیک فرودگاه مهرآباد بود و طبق قانون شهرسازی نمی شد ارتفاع ساختمون ها و سازه های نزدیک فرودگاه از 45 متر بلندتر باشند.
در نهایت حسین امانت به طرح برج دست برد و ارتفاعش رو کوتاه‌تر کرد. آبان 1346 امیرعباس هویدا نخست وزیر و غلامرضا نیکپی شهردار وقت تهران به محل احداث برج رفتند و با دفن کردن دو لوح طلایی و نقره‌ای شبیه ارواح تخت جمشید کلنگ ساخت برج رو زدند. عملیات ساخت از اردیبهشت 48 شروع شد و تا مهر 1350 ادامه داشت، طوری که تا چند روز قبل از شروع جشن‌های 2500 ساله بخش‌هایی از کار مثل سنگفرش میدون و جمع‌آوری داربست‌ها هنوز کامل نشده بود. ساعت 6:30 عصر روز شنبه 24 مهر ماه 1350 با حضور 3000 مهمون داخلی و خارجی برج شهیاد به دست محمد رضا شاه افتتاح شد. در روز گشایش این بنا برای اولین بار منشور کوروش کبیر هم توی همین محل پرده برداری شد. مسافرایی که از هر جای دنیا به تهران می رسیدن اولین چیزی که به چشمشون می اومد برج سفید وسط میدون بود. میدون بزرگی با مساحت 50,000 متر که بعد از میدون نقش جهان اصفهان بزرگترین میدون ایران به حساب میاد. بعد از جشن‌های 2500 ساله قرار شد سازه‌های زیر برج هم تکمیل بشه و توسعه پیدا کنه. مثل ساخته شدن موزه ششم بهمن به نام روز انقلاب سفید یا همون انقلاب شاه و مردم. این موزه رو هم حسین امانت در عمق 15 متری طراحی کرد که اون زمان امکانات مدرن و پیشرفته‌ای با بخش‌های مختلف داشت و 2 سال بعد به بهره برداری رسید. برج شهیاد با اون نمای سفید و گنبد فیروزه‌ای بالای سرش و ستون‌هایی که شبیه 2 تا پا هستند که به طرف تهران قدم برمی‌دارن، خیلی زود تبدیل شد به نماد شهر تهران. دورش بچرخم؟ بله اگه ممکنه لطفا. ببینیم چه رمز و رازهایی در این برج هست و چه ویژگی های چشمگیری داره. اما قبلش اگر از ویدیو خوشتون اومده انگشت مبارک رو روی لایک بزنید و دلگرممون کنید. معماری برج تلفیقی از معماری مدرن و معماری دوران هخامنشی، ساسانی و معماری اسلامی در ایرانه. ارتفاع برج همونطور که گفتم 45 متره و البته 5 مترش هم زیر زمین قرار گرفته. در ساخت برج شهیاد 25,000 قطع سنگ به کار رفته که با تناسب خاصی تراشیده و کنار هم قرار گرفتن. برج از 4 طرف 2 جفت قوس متفاوت داره. یه قوس دایره‌ای شکل و یه قوس با زاویه. قوس اصلی و دایره‌ای نماد معماری تیسفون و طاق کسراست که مهمترین بنای قبل از اسلام در ایرانه. 2 قوس کوچیک که قوسهای شکسته هستن هم به قول معمارش سمبول دوران بعد از اسلام و نفوذ اسلام در ایرانه. کاشیهای فیروزه‌ای زیر برج با الهام از پر طاووس طراحی شده و یادآور کاشیکاریهای موندگار معماری اسلامیه. درهای ورودی برج از مرمرهای 3.5 تنی ساخته شده که وقتی بسته میشن با دیوار همسط هستن، اما نکته جالب اینه که سیستم باز و بسته شدن این درهای سنگین و عظیم فقط با یه اهرم ساده و به سهولت انجام میشه. برج 4 طبقه است و در قسمت بالاش گنبد بتونی قرار گرفته. بالاترین قسمت برج پنجره هایی داره که هم یادآور برج های دیدبانی در قلعه های قدیم ایرانه و هم شبیه بادگیرها توی معماری کبیری ایران طراحی شده. در بالاترین نقطه برج گنبد فیروزه‌ای قرار گرفته که نمادی از تکنیک چشمگیر گنبدسازی در معماری ایرانه. نقوش و طراحی باغچه های میدون از طرح داخلی گنبد شیخ لطف‌الله اصفهان الهام گرفته شده، اما هندسه دایره گنبد به شکل بیضی میدون تبدیل شده. طرح آبنماها و فواره‌های اطراف برج نمادی از باغ‌های ایرانیه.
ماهای قبل از انقلاب و بعد از اون این برج ساکت شاهد مردم تهران و مسافرهای خسته بوده. چه در شور مردم، چه در عزاداری ها و اعتراضا، این قد برج بود که از همه بلندتر بود و مثل یه نگهبان ساکت مردم رو زیر سایه خودش می گرفت. تا چند سال قبل که هوا این همه آلوده نشده بود، می شد برج رو که پشت قبار شهر ایستاده از شرق تهران هم دید. برجی که حالا چند سالی رقیبش میلاد در تلاش تا جاش رو بگیره، اما اونقدر خاطره و عکس از میدون شهیاد باقی مونده که به این راحتی ها فراموش نمیشه. برج شهیاد دیگه طراوت سابق رو نداره. نه مسئولا ازش درست نگهداری کردن و نه خود مردم دلشون به حالش سوخته. اما این نگهبان ساکت که حالا نماد آزادی ملت ایران شده، هنوز سر پاس تا به مسافرای به تهران رسیده خوش آمد بگه و توی خاطراتش یاد روزهایی بیفته که هر کس به پایتخت میرسید تا دو سه دور میدون گشت نمیزد و از دیدن هیبت این سرباز محافظ سیر نمیشد، راهش رو به طرف مقصدش کج نمیکرد. شما هم توی آلبومای قدیمی و خانوادگیتون عکس یادگاری کنار برج شهیاد دارید؟ این میدون براتون یادآور خاطره‌ای هست؟ حتما برامون نظراتتون رو بنویسید و ویدیو رو برای رفقای قدیمی که از اینجا خاطره دارن هم بفرستید. هر لایک و کامنت شما یعنی حمایت از فعالیت‌های ما. این دوتا ویدیو هم تاریخچه جذاب خیابونای پهلوی و لاله‌زار هستن که اگر عاشق تهران باشین حتما براتون جذابه.